اینجا گرده هم آمدن و شعار افغانستان کشور ماست بیاد هویت ماست را شعار داده و خواهان عدالت برابری در میان اقوام هستند. اشتراک کنندگان به نمایندگی از قوم و بیاد در این محفل از رهبران و حکومت انتقاد نموده میگویند هیچگاه برای بهبود وضعیت و رشد قوم و بیاد توجه نشده است. برخی دیگر آنان سهم بیادها را در بازسازی و شکلگیری تمدن در افغانستان بسیار اثرگذار میدانند. سهم بیادها در چگونگی شکلگیری اقتصاد منطقه و در مجموع شکل سهمگیری بیادها یا سهم بیادها در ثبات منطقه و حتی ثبات حوزه تمدنی خراسان کبیر یا خراسان بزرگ یا آریانای کبیر. هرچند من شخصا خودم باور دارم که اصیلترین فرزندان خراسانی بیادها هستند. و تبا امروز ما صدای خیلی بلند نکردیم، این به معنی ضعف ما نبوده، بلکه ما خواهان وحدت و خواهان برادری و برابری در کنار همه مردم افغانستان هستیم. و عزیزان ما این را بدانند که ستاد، ایجاد ستاد دادخواهی قومی باید افغانستان به معنی نفاق و تفرق اندازی نیست، بلکه به معنی عدالت خواهی واقعی در سرزمین است. اعضای ستاد دادخواهی این قوم هر نوع تعصب و برتری جویی را مردود دانسته و از اعضای این قوم می خواهند که به گونه مسالمت آمیز مبارزه کرده و جایگاه خود را در حکومت تشخیص کنند. هویت ما هویتی است که خدا بر ما داده، هویت انسانی ماست، هویت شهروندی ماست. شما به کدام صلاحیت و شما کی هستید؟ از کجا آمدین که بین بگین که فلان قوم باشه فلان قوم نباشه؟ مردم برای شما رای داده، با وجود اینکه در قسمت حکومت وحدت ملی مردم حرف خود دارند، اما خیر ما سر از او بیشتر نمیپیچیم. ملت افغانستان متشکل بیان شده از اقوام. در قانون اساسی یک عده اقوام نام گرفته شده، اما برای بقیه چون اقوام زیاد هستند اینها را به نام سایر اقوام یاد کردند. لذا از لحاظ حقوقی هیچ گونه نگرانی نباید باشه که اقوام شناخته شده و تاریخی اینها مثلا از درج هویت قومیشان در تذکره‌های برقی. قوم بیاد یکی از اقوام و کشور بوده که حضور کمرنگی در حکومت دارد. از همین رو پس سر و صداها مبنی بر درج قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی این قوم در تلاش است تا نام آن به گونه رسمی در شود، اما دیده شود که سران حکومت چقدر به خواست این شهروندان پاسخ مثبت می‌دهند.